سلام و درودها نثار شما بیننده های عزیزی که ما را از طریق کانال خالد میدیا بیننده هستین. ما امروز آمدیم به شهدای صالحین، میخواییم با کسایی که در اینجا تشریف دارن و حضور دارن مصاحبه هایی داشته باشیم و همچنان یک گزارش از این منطقه بسیار خوبه که اکثریت مردم همیشه اینجا میاین و طواف زیارت میکنن و همچنان یک محل است که همه مرده هایشان اینجا دفن شده به خاطر دعا و روحانیت پدر و مادر و نزدیکان خود. با ما باشید. اینجا چرا ششتی؟ دکانم هست اینجا. خب این دکانتان فروش داره؟ خوب است، میشه، شکر خدا. باز در سابق خوب بود یا آله؟ نه سابق خوب بود، آله خود مزه کلش رفته. حال این طالب آمده سی جنگی هست، مردم اترس زیارت میاد. زیارت میاد دکانم هم فروش میشه. خب بسیار خوب. نام چیست؟ فرهاد. در دکان خود تناسی یا پدرتون مثلا؟ نه پدرم هم هست، خاله پدرم خانه رفته. خب بسیار خوب. خدا کنه که جور باشی، انشالله که فروشات زیاد شد. زنده باشه. خب دوستای عزیز، این پسرک یک دانه دکان داشت و شاکی بود که در دکانش کسی چیز را نمیخره. سلام کاکا جان، چطور سی پدرک گلم؟ ساعتت خوب؟ شما خواهد بسیار قدیم اینجا هستین و آفتابای آب پر کردین به خاطر وضو ثواب. بله واقعا شما قابل قدر هستین. و در این روزا چه قسم است روز؟ بله خب آزان نیست کردیم تا کن طالبار کامده پس این نام پیدا دادم مردم نمیه؟ نه نمیفهمین چرا؟ از خواست مهم نیست اصلا از ترس. ولی کدام گپ نیست، یعنی اگر مردم بیاین در همه جای مردم حضور پیدا کنه شاید موانعت ایجاد نشه، ولی مردم خودشان یک ترس دارن. بله خب این دی روزا کارتان خوب بوده یا نه هیچ؟ نه با خدا پیسه نان پیدا نمیسه. این ها آماده که پیسه نان کی میسه تو زدار خوخ خوازم پیسه کتارو نه و از بازار نه که آدم بخرم یک آدم نمکه میره بیسه بگیر با خدا چوار میخوام مجال با پیسه چوار مانده یا کی میسه مرا واقعا دردناک است به خاطر از اینکه شما در این امی کاری که اینجا بودین زندگی فامیل دادن یعنی پورا می کردین بله ما پیش نگردن اما کمی سالا بالا حال نیست. خب امیدوار هستم که مردم دیگه ترس و اراس از خود دور بکنن، هر کجی باشه و کناری که هستن بیاین و به حالت زندگی نرمال پیش ببرن تا اینکه امی زندگی دوران پیدا کنن و شما صاحب یک کار شوین. بله خوش باشی کوکا جان. دوستان عزیز، ما تا جایی که این منطقه رو میبینم فقط یکی دو سه چهار نفر معدود در گوشه و کنار این منطقه که واقعا یک زمان من چون خود ما مزمی نزدیک های همین منطقه خانه ما بود در هر حالت بخصوص در وقتای محرم شریف و ماه مبارک رمضان و شبای جمعه و روزای جمعه مردم می آمدن و اینجا به زیارت طواف می کردن و اکثریت کسا از همین طریق امرار حیات می کردن چون اینجا وسایل خوردنی و پوشیدنی را می آوردن و مردم می خریدن گذران مردم می شد. شما اینجا چی میکنین؟ ملنگ هستین. ملنگ هستین. همیشه همیجا هستین؟ همیشه همیجا هستین. شب و روز؟ نه شب خونه میرین. شب خونه میرین. و اینجا که میباشین چطور به چه قسم زندگی میکنین؟ میشه بگر کنین، میشه کنین، نمیشه. کمک میکنن امرایتون؟ اگر آدمی باشه میشه، بردی من میشه. نه این باشه میشه که پشه پر نمیزن. خب اگر آپشه پر نمیزن راست میگن. و اگر آرامی باشه یا کسای بیای باش بر شما؟ میشه پر نمیشه. خب بشک دشوار بودی کس نیست خدا رحم کنه. بشک خدا من خدا آدم بسیار متدین و با خدا سی از چهره نور میباره. دعا که به دربار خدا کی مردم دلم نیفوزه سنم رکم سنم رکم دلم نیفوزه سرشما دلم نیفوزه الله رحم کنه الله فهم که خیلی بوده شما را خدا نشتر مردتون کنم من باشو در دنیا بیر پردنه چی بچه مردم دوم نکنم من هنکه دوم نکنم که خدا رحم کنه به چی خمه
خدا یسر رو میده کردن الهی آمین. خدا من صدای تو کسی که نه دست داری و نه پای به حالت بسیار بیچارگی ده گوشت صرف و خاطر نفقه ششتی دعای تو رو به دربار خود قبول کنن. نبیر نکنم رو میزنم نه مدبر میزنم غیر دربار خدا حکومت خورم شدم وطن کجا هستیم وطن کجا وطن همین جه همین وطن هست و همین وطن اردوی موتو هست خدا هم بس بس الهی آمین برو خواهد نشید صبر کن تو در تر به خداوند مسپارم خداوند نمیشه کمکت کنم تو قد دال اولا بی قیبه چه خدمه ملکت نشد من برو بزن الهی آمین الهی آمین امرای شما خدا حافظت. دوستان عزیز شما شاهد بودین دیدین که یک سرسفید این مملکت به چه حالت زندگی میکنه ولی بهانم قلب بسیار بزرگ داره دعا میکنه به مردم هیچ چیز نمیخواد فقط دعا میکنه و در دعاش عمل حرامی مردم میخواد و بعد از اون میخواد خودش پریشان نباشه با ما باشین دوست عزیز. چه پیسه جمع میکنی؟ هرچ پیدا کردی؟ تا امروز پیدا کردی؟ چند؟ دربه با خداوند بزرگ است خداوند کمکت کنه اینجا حال مردم کمی؟ نه اما قد میاد دیگه روزانه زیاد میاد میاد زیاد دیگه اما قدر که میبینیم اینجا خب روزه جمعه زیاد میاد خب بسیار خوب در خانه کی داری که به امرویتان کمک کنه؟ خب کس نداریم پدرم مرده دیگه همه خود مکان میکنیم بس من میبینیم خانه مکتب رو میری؟ آه مکتب میری؟ نه رخصت هستی. خب خدا کنه که یک روزی بیایی که تو مکتبت تمام کنی و یک جایی کار کنی این مملکت خداوند آرام بسازه که بتونی باراتی پول پیدا کنی. دوستان عزیز ما به زیارت تمیم انصار رحمت الله علیه آمدیم و اینجا یک جوانه که یک جایی بسیار پاک ستره را برای خود انبار کرده و شیشته میخواییم امروش صحبت هایی داشته باشیم در قدم آقا خودم معرفی کن. سلام علیکم، سلام بر شما، سلام بیننده های عزیز. اسم ما محمد سهیل است، محصل 15 حقوق. آفرین، نام خدا محصل هم هستین در روزا میرین یعنی؟ نه پنتون ها بسته از خاطر همین سال افغانستان که امارات اسلامی آمده تمام مکاتب و پنتون ها همشان بسته است. خب امیدوار هستیم که یک روز همه مکتب مکاتب و پنتون ها باز شود. با شما به خیال راحت برین درس بخونید. اینجا چی میکنین؟ اینجا هم تو آمدیم امروز به خاطر تمیم صاحب زیارت کردن هم تو آمدیم. همیشه میاین؟ همیشه باز وقت میاین، وقتی که بیکار باشه میاین میتره. خوش آبالتان. او وقتایی که میامدین با این وقتا چی فرق داره؟ او وقتا بود یک هم ایراس بود، دوزادوزی بود، مردم آزاد زندگی کردن نمیتونه. حالا فضا خوب شده، کس کرده کسی کار نداره. میان زیارت خود خانم میشینمش کس هم تو امنیت برقرار است. بیروبار نیست. خب از این مولو میشه که زیاد کس نمیاد. زیاد کس نمیاد. حتی همین دوزای کسایی که هست تمامشان فقط همین نام امارات اسلامی شنیدین حالا از کارهای خودم چی کده؟ خب امیدوار هستم که نامش شنیده باشن اصلاح شده باشن. تو باز یک دفعه پس تغییر نتن کنن. و خواستم از امارات اسلامی همی هست که بخیر دولت خود اعلان کنه و همی حکومت ما را پینجا قبول کنه. ما مشکل نداریم فقط آرامی میخواییم صلح باشه در افغانستان جنگ نباشه جنگ خسته شده گرچه همین مسئله رو ما نمیخواستیم یاد کنیم و این مربوط کانال ما نمیشه خب به هر صورتش بازم یک خواست بسیار اصولی داشتی که قابل قدر است واقعا جوان با مسئولیت سرزمین هستی و امروز مسئولیت مسئولت تمام ماست میگم بله خب ما به فضای آرام زندگی کنیم واقعا تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شدن خب خداوند شما که جوان هستین تو بای شما زودتر قبول میشه امی که هر لحظه که به زیارت ها میایین هر لحظه که نماز میخوانین دعای ایره بکنین که خواست تمام جوان های افغانستان برآورده شود یک سال سرتاسری وطن وطن است
مردم های ما فرار میکنند. بسیار در طرف خارج میده. بسیار در داره. در میدان اوی بودی حالت تا ببینی حالت جگرخون میشه با حال افغانستان. بله. خداوند خواست تمام مردم افغانستان رو برآورده کنه. تشکر از اینکه همراه ما چند دقیقه صحبت کردین. و واقعا با صحبت های شما دلای ما استار میشه. اصلا واقعا جوانایی در افغانستان که آرزوهای خوب دارن و انشالله که انرژی هایشان هم درست به کار بفته و افغانستان عزیز و سربلند آباد شد. سلامت باشد. دوستان عزیز و وطندارای گل نازنینم که در هر گوشه و کنار افغانستان هستن و بیننده خالد میدیا هستن، ما به زیارت تمیم انصار شریف آمده بودم و آمدیم اینجا این مکان مقدس، این جای پاک و منظم که یک وقت ازدحام بسیار زیاد داشت، ولی حالا میگن که در شبای جمعه هیچ زیاد ازدحام می داشته باشه. ما آمدم و چند تن از دوستای ما که اینجا به خاطر دعا و به دربار خداوند دعا کردن هم می آمدن، امروشون مصاحبه هایی را انجام دادم، ولی تا جایی که می بینم این مکان تقریبا اوقدر تعداد کس از وطندارای ما تشریف ناوردن نیستن امروز و چیزی که بود چیزی را گزارشات را که آماده کردم تقدیم شما می کنم و شما را به خداوند یگانه می سپارم. همیشه موفق و شاد و کامیاب باشید.